نقاش ساختمان جوونی برای کار به خونه ی ارباب دیوانه ای میره. زن نجیب و تنهای ارباب به تدریج به کارگر جوون نزدیک میشه. ارباب کارگر رو به قتل میرسونه و زن هم از شوهرش انتقام میگیره. بخشای از فیلم نفرین رو با هم تماشا میکنیم. من گفتم بیاد. تو رو به هر کی میپرستی بگو ببینم چرا بیخبر من کارگر میارین؟ چرا پای هر بی سر و پایی رو تو این خونه واز میکنین؟ تو این خونه ارباب کیه؟ من. زن داری؟ نه. از آبادان اومدی؟ پس برای یه کار کوچیک خیلی راه اومدی. فکر نکنم بتونی پول زیادی در بیاری. قبلا ما پیرمرد تهی کردم. حالا کجا رفت؟ شبا میره خونهشون تو ده. وقتی او قبول کنه انگار من قبول کردم. اگه بخوای کارت زود تموم بشه باید چند روزی اینجا بمونی. فرصت نیست بری شهر برگردی. گفته بود شهر که بودیم به این خونه احتیاج نداشتیم، اما حالا که اومدیم باید تعمیر بشه. تعمیر خونه کارگر میخواد، اما کارگری که بتونه کار کنه. ما اینجا فقط سه نفریم. پیرمرد به قد وسع خودش کار میکنه، اما اونم کار میکنه اما نامرتب. هر وقت بتونه همیشه ناخوشه. رو کمک ما حساب نکن. هر وقت دیدی کارت زیاده یک کمک بگیر، اما نه از ده اینجا. ما به مردم ده هیچ کاری نداریم. اونام حق ندارن پاشونو بذارن اینجا. هیچ خبری هم نباید از این خونه به بیرون درس کنه. میل خودت. فیلم کمدی شیر تو شیر با بازی فخری خوروش و پرویز کاردان محصول سال 1351. داستان راجع به کبرا با بازی فخری خوروشه که بعد از دو بار ازدواج ناکام به خونه برادرش برمیگرده. کبرا به عقد رجب‌علی با بازی پرویز کاردان در میاد. تو همون شب اول ازدواجم رجب‌علی رو از خونه بیرون میکنه و رجب‌علی هم به یه شهر دیگه فرار میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه شبی سر کردم، چه شبی. منو تو هجله تا صبح چشم انتظار گذاشت. آخ بمیرم برای دلت. میدونی کجای آدم میسوزه خواهر؟ میدونم خواهر، میدونم. بد دردیه که آدمو تا لب چشمه ببرن و تشنه برگردونن. کجایی که بگیرم جر و واجرت بدم؟ اگه گیرش بیارم جیزالشو میکش. قصه نخور خواهر، اگه حتما اومده باشه تهرون حاج آقا تو این شهر آشنا زیاد داره، هر جا باشه پیداش میکنه. کلی پرسجو کردیم فهمیدیم اومده تهرون، اما نفهمیدم اومده چی خاکی به سرش بریزه. تو این شهر آخه چه غلطی میتونه بکنه؟ بدون الان یه جا از قصه داره به خودش میپیچه و راه نجات هم نداره. ده زود باش دیگه. مرده. مرد ساده‌ای که برای پیدا کردن همسر مناسب به تهران اومده با زن بدکاره‌ای آشنا میشه و از اون تقاضای ازدواج میکنه. بعد از فهمیدن حقیقت با وجود اصرار به خواستش به مراد دل نمیرسه و به شهرستان برمیگرده. بخشهایی از فیلم آقای حالو رو با هم تماشا میکنیم. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بنده باید.
داستان فیلم جنوب شهر که تو سال 1337 ساخته شده راجب زن جوونیه که بعد از مرگ همسرش برای گذران زندگی گارسون یک کافه پایین شهر شده. زن جوون اونجا مورد توجه دوتا جاهل قرار میگیره که از دیرباز با همدیگه رقابت داشتن. وجود زن رقابت این دو نفر رو به مبارزه سخت تبدیل میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چطوری؟ خوبه. کارت داشتم. تو نبود، مشروب خورده بود. اگه آوردمت اینجا به واسه این بود که نمیخواستم با استر برم. این کیه؟ عشرت. عشرت کیه؟ دوست منه. مگه این اتاق مال خودت نیست؟ از وقتی دوستم آوردنش زندون چرا؟ خوشگله. خیلی. تو خوشگلتری. سلامتی. بنا نبود تو دیگه از این حرفا بزنی. دلش برام سوخت. از اون وقت فهمیدم که فرهاد مثل بعضی از مردای دیگه نیست، جوون با معرفتیه. راد که به رابطه خواهرش با مردی بدبین شده، هر دو رو توی آتیش میسوزونه و به کلبه توی جنگل فرار میکنه. صاحب کلبه متوجه گذشته راد میشه و به کمک اهالی آبادی راد رو از پا در میاره. بخشای از فیلم خورشید در مرداب رو با هم تماشا میکنیم. زندگی میکنیم. اگه تو جنگل هر کی باشه آدم خیلی زود فنا میشه. اینو که هر چی میگم باید گوش کنی. چیزایی که بلدی به درد خودت میخوره. خیلی خوب گوش میدم. پس باید اون بالا بخوابی، از اون بالا بهتر میتونی بیرون رو بپایی. آه بسته دیگه، سمن سر پسره رو بردی، چقدر حرف میزنی بابا. ترکیدم. عیبی نداره، بذار هرچی دلش میخواد بگه. بگو قبول شر رو بکن دیگه جان من. گفتم که قبول میکنم. آه حالا نوبت منه که باید حرف بزنم. خودتون خفه خون بگیریم. بالاخره میفهمم از کل. گوش کن چی میگم، باید سر تولاک خودت باشه. دیدم که تو نخ نوری. نمیخوام ناراحتش کنی، من زود میفهمم. شنیدی؟ مثل این که من اینجا زیادیم، اگه قرار باشه همش از اینجور حرفا باشه سو از اینجا میرم. میدونی چیه زن؟ من تا حالا هیچ وقت اینطوری زندگی نکردم. موندن اینجا میل خودته، میتونی همین الانم بزنی به چاک. ولی از چشمات میخونم که دنبال جایی میگردی که خودتو قایم کنی. نمیدونم چرا، اما من زود میفهمم. وقتی هم که فهمیدم من به کمکت واسه کشیدن حصار احتیاج دارم. در عوضش جا و غذا بهت میدم. تا صبح وقت داری که فکراتو بکنی. امشب میری بالا میخوابی، اما از فردا اگه خواستی بمونی اینجا جا تو استبله. فهمیدی؟ آره بابا فهمید. خر که نیست، چقدر نق میزنی. کلمونو بردی زن. با این همه زحمت میریم این گوشه سر میکشیم، اون گوشه سر میکشیم، زیر بوته رو نگاه میکنیم، بلکه یه بی بوته پیدا کنیم بیاریم اینجا دوتا کلوم باش حرف بزنیم. مگه این زن میذاره؟
دلخور نشو را به حرفاش گوش نده. چقدر دلم میخواست هر مهمونی رو که میآوردم تو با این وراجیات فراریش نمیدادی.